سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهیم بود. در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی به اموال و دارایی های رهبر جمهوری اسلامی شده. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود یک قلم از دارایی‌های زیر نگین آیت الله علی خامنه‌ای بالغ بر 95 میلیارد دلار می‌گردد. آیا این رسیدگی جنبه نمایشی خواهد داشت یا آغاز تنش‌های جدید میان دو جناح تشکیل دهنده جمهوری اسلامی؟ سانسوتر رادان، سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جابجا شد و به سمتی دیگر در تشکیلات پلیس ایران گمارده شد و خبرهای دیگر در همین زمینه ها را بررسی میکنیم در گفتگو با آقای ناصر محمدی روزنامه نگار در لندن و آقای اردوان روزبه روزنامه‌نگار و مدیر رسانه خبری رادیو کوچه در واشنگتن. در ادامه برنامه با سرکار خانم نسرین چاپاری نیز گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت به مناسبت درگذشت تیمسار سعید چاپاری در آلمان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای محمدی سلام به شما در لندن. درود بر شما جناب چالنگی و جناب روزبه و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران که برنامه رو تعقیب میکنن. اشاره آقای محمدی به شنوندگان این هست که میتونید صدای ما رو، صدای برنامه های ایران فردا رو هم نیز روی امواج رادیویی بشنوید. به سایت ایران فردا که مراجعه کنید راهنمایی های لازم هست در این زمینه. دقیقاً. به آقای اردوان روزبه سلام میگیم و تبریک مدل جدید مور. سلام، درود به شما میگم. خیلی متشکرم، خوشحالم از اینکه وارد فرصتی شد در برنامه شما هستم و خیلی متشکرم. من چند وقت بود احساس میکردم بهتر مدلمو عوض کنم، به حال کردم این کار. در مدل تابستونه هست خیلی ها، چون این هست راحت ترم هست، احتمالا شونه کردن اینها مشکل خواهید داشت. اون دیگه مسئله چندان مهمی نیست در این دست. آقای اردوان عزیز، بذارید اصلا از همینجا شروع کنیم. به نظر میرسه که اقداماتی در جریان هست. دو جناح در جمهوری اسلامی سفارایی های تازه رو آغاز کردند. نگاه به بیت رهبری، به اموال زیر نگین رهبری جمهوری اسلامی رو. شما چطور اینو ارزیابی؟ بسیار نکته مهمی هستش. اتفاقاتی که در طول این مدت گذشته میفته، یعنی از زمانی که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شده و روندی که به جلو میره، به نظر من هرچه بیشتر جلو میره بعضی از مسائل خودش نشان دهنده اون شکافیه که در حاکمیت وجود داره. و به طب من از ابتدا احساسم هم بر این بود که بر اون نمیشه گفت قاعدتا با اون اصطلاح مشهوری که بسیاری به کار میبرن که همه سر و ته یک کرباسن، من بر این باور نیستم و معتقد هستم که به هر حال گروهی بر این باورن در نظام، حالا حتی با نگاه به این که حاکمیت نظام رو معتقدن باید باقی باشه برای خود اونها، حتی با این تعبیر هم باشه، این شکاف
وجود داره. عناصری که در نظام نقش بازی کردن تا کنون به دلایل بسیار زیادی هیچ وقت نمیتونستن در روبروی همدیگه اظهار نظر بکنن و این فرصت هیچ وقت ایجاد نمیشد. بنده فکر میکنم به یمن بیتوجهی و بیکفایتی آقای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری سابق ایران این فرصت ایجاد شد، چرا که وقتی اولین بار رو در رو طرح میشه بعضی از مسائل یقینا قوپش ریخته میشه و این فرصت ایجاد میشه. از جمله مسائلی که داره همینجور پیش میره و پیش میاد، مسئله ای که به تازگی خب آقای دوری نجف فوادی هم اعلام کرد که به هر حال عمر رهبر پاینده اما به فکر بعد از رهبر باشید. امروز بحث تصویب ماده اول طرح رسیدگی به دارایی مسئولان ایران مطرح میشه، بعد مسائل مناقشه برانگیز دیگه‌ای مطرح میشه از جمله مسئله دارایی‌های آیت الله خامنه‌ای به عنوان یکی از همین مسئولان ایران و اینا همه نشان دهنده این هستش که به نوعی سفارایی‌هایی در نظام وجود داره که در این سفارایی‌ها هر کسی داره از ابزارهای خودش استفاده میکنه. البته جریانی که الان امروز این مسائل رو داره مطرح میکنه اگرچه ممکنه که هنوز بخشی از قدرت رو نتونه کاملا در دست داشته باشه، مثل بدنه سپاه رو و یا بعضی از عناصر نزدیک به بیت رهبری رو در مجامع مختلف رو داشته باشه، اما چیزی که داره و به نظر میرسه که میتونه نقطه قوتی باشه براش اگر بتونه این نقطه رو حفظ بکنه برای خودشونم رئیس که جذب کرده از طرف مردم و این جریان به نوعی مورد علاقه و توجه مردم هم هست. حالا این بعد بحث به وجود میاد که آیا واقعا نقش مردم در این جریان میتونه قوی و پررنگ باشه، که من بازم معتقدم بله، مردم با حمایت از اینجور مسائل میتونن شرایط رو به نحو احسن کنترل کنن، کمان که در انتخابات سال 88 حضور موفق مردم اگرچه که به صورت کامل ادامه پیدا نکرد این اتفاق و این جریان که خودش بحث بلندی هست، اما همین حضور باعث این شد که امروز ما میبینیم انتقاد از بخشهایی از نظام که تقریبا غیر ممکن بود ممکن شده. آقای محمدی عزیز، این شکاف عمقش اگر شما مثل اردوان عزیز معتقد هستید وجود داره، عمقش چقدر هست؟ ناشی از چی هست؟ هر دو طرف آیا بر سر مساله و منافع شخصی است یا خیر جناحی دست کم بخشی از مساله مردم و مساله ملی رو در نظر میگیره؟ چی هست؟ والا اون چیزی که بنده میبینم جناب چالنگی، بله شکاف هست، بسیارم شدید است. جنگی که بین به اصطلاح اصولگرایان و اعتدالیون در گرفته بسیارم شدیده، اما هیچیش به مردم ربطی نداره. این که ما فکر بکنیم که از این میانه، در این میانه، از این جنگ میخواهند برای عرض به خدمت شما منافع ملی بهره برداری کنند، استفاده بکنند، به نظر من فکر عبثی است. خب این جنگ رو همواره داشتن، چیز جدیدی نیست. زمان آقای خاتمی یادمون نرفته، مگه همین جنگ نبود؟ مگه همین گروه های فشار حسین الله کرم هر روز خیابونا نبودن؟ خب این در داد دعوا بود تا اونها توانستند اون گروه خودشون رو که حامیان آقای احمدی نژاد بودن بیارن به میدان و بالاخره دولتی مثل آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن که آقای خامنه ای هم ازش تمام و کمال حمایت میکرد. چیزیش به مردم ربطی نداره. الان هم اینکه چهره ای از آقای روحانی بسازیم که فکر بکنیم حالا روحانی داره یک کارایی میکنه ما بیایم ازش حمایت کنیم. میدونید این لایحه‌ای که در مورد مسئله ثروت مقامات جمهوری اسلامی تقدیم مجلس شد، این برمیگردد به سال 84 در همون دوره محمود احمدی نژاد، به اون سال برمیگرده. 9 سال الان طول کشیده. منتهای مراتب آمدن در این لایحه چیزی که مطرح کردن، اتفاقا در دولت آقای احمدی نژاد این لایحه مطرح شد که همه رؤس، حالا غیر از رهبر، رؤسای روی رئیس جمهور، معاونان او، وزیران او، نمایندگان مجلس و غیره و غیره و همسرانشون و بچه هاشون و فرزندانشون ثروتشون به حساب بیاد، بررسی بشه و این ثروت رو به قوه قضاییه اعلام بکنن و ببینن که در آخر دوره کارشون چقدر ثروت دارن.
این لایحه در مجلس تصویب شد و رفت به شورای نگهبان، اما شورای نگهبان ایرادی به اون وارد کرد که به نظر من ایرادش هم اتفاقا منطقی بود، چون طبق اصل 124 قانون اساسی فقط رهبر و رئیس جمهور و معاونانش و وزیران هستن که باید ثروتشون بررسی بشه. در این لایحه نمایندگان مجلس، سفرا، رؤسای بانک ها، غیره و غیره، اینا هم اضافه شدن. حتی دبیر مجمع، دبیر شورای امنیت ملی، به غیر از خود رئیس مجمع. حالا بعد از اون موقع، بعد از این که شورای نگهبان با این مخالفت کرد، ماجرا رفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، 3 سال هم در اونجا طول کشید. حالا یه همچین طرحی رو مطرح کردن. اما اگر فکر بکنیم، بنده خودم نظرم این است که فکر بکنیم یک چنین گروهی تشکیل بشود، یک چنین سیستم و روندی رو پایه‌گذاری بکنن که مثلا قوه قضاییه ثروت آقای خامنه ای رو، حالا اومدیم فرض کنید بررسی کرد، الان که یک قلمش همونجوری که اشاره فرمودید 95 میلیارد دلار سرمایه در اختیار ایشونه فقط بابت ستاد اجرایی فرمان امام، حالا دیگر ثروت ها سر جاش، یا آقا مشتبه چقدر مسئله داره یا دیگرانی که اطراف ایشون هستن، قوه قضاییه اگر فکر کنیم که بتواند اصلا وارد این حوزه بشود که از رهبر سوال بکند، من فکر میکنم این یه خیال باطلی است. البته این راه رو باز میکنه برای اون کسانی که یه وقت میخوان تحت فشارشون بذارن، بتونن از این لایحه استفاده بکنن، تحت فشار بذارن، ولی چیز جدی به نظر من نخواهد بود. به ویژه هایی که ببینید جناب چالنگی، در این سالها این ثروت ها را اندوختن، بعد از 35 سال که این ثروت ها اندوخته شده، حالا میخوام نهایتش اگه خوشبینانه نگاه کنیم که آقا تا حالا دزدی کردی، دست درد نکنه، از این به بعد دزدی نکن، که تازه اونم امکان پذیر نیست. میبینیم نمونه هاش رو، نهافرید خسروی رو بدون اینکه واقعا جرمی داشته باشه به اون صورتی که اعدامش بکنن، بابک زنجانی اونجا داره راست راست میگرده و تازه تابلوی یک جریان هست و ویترین یک جریان هست، و اینکه فکر بکنیم آقای حسن روحانی یک چهره ایست که جدای از این نظام هست، جدای از ساختار این نظام هست، بنده فکر میکنم این فکر مورد قبول نیست جناب چلنگی. باز هم البته جناب روزبه نکته ای رو گفتن که بله، بعضی ها فکر میکنن اینا همه سرتا یک کرباسن، واقعا سرتا یک کرباسن، تعارف هم ندار. آقای روزبه، همه سرتا یک کرباسن و دعوا جنبه سود مردمی مساله ملی رو نداره، منافع شخصی، نظر آقای محمدی است. خواهش میکنم. البته با احترام تمامی که من خدمت جناب محمدی همیشه قائل بودم، هستم و خواهم بود، یکی از حسنای این برنامه در خدمت شما جناب چالنگی تفاوت آرایی هستش که گاهی اوقات اینجوری پیش میاد بین من و آقای محمدی و دیگر دوستان که برحال هستن که این حسن برنامه است. خیر، من معتقد نیستم و مستحکم اعتقاد دارم. اول از اینکه در دوره آقای احمدی نژاد گفته شده و چیز تازه ای نیست، خیلی چیزا در این کشور تازه نیست که در واقع شروعش در جای دیگه بوده، ولی هیچ وقت به خاطر اقتداری که در حاکمیت وجود داشت هر موضوع حتی فراهم نشده. همونجور که ایشون اشاره کردن، بله در دوره آقای احمدی‌نژاد شعار زیاد داده شده، حرفم زیاد داده شده، گفته شده، ولی از جمله مسئله رفتن خانم ها در میادین ورزشی نمیدونم و مواردی از این دست، اما در عمل چه چیزی انجام شده؟ نکته مهم اینه که این اتفاق در نشست شنبه سوم خرداد مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده نخست طرح رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی بررسی شده و تصویب شده. این مهمترین نکته است. لذا من نمیتونم تصور بکنم که واقعیت اینه که این چیز تازه‌ای نیستش. از نظر من بسیار چیز تازه‌ای است، به جهت اینکه برای اولین بار یکی از چیزهایی که داره مطرح میشه مسئله بررسی کردن بررسی وضعیت مالی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. مسائلی از این دست که امروز گریبانگیر شده، فراموش نکنید بس پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اگر هم حتی با اعدام یک باره آقای مهافرید امیر خسروی باز همین پرونده بسته شد با یک ضرب، مانند پرونده آقای سعید اسلامی و مانند پرونده های مشابه این قضایه که اتفاق قبل‌ترش هم در پرونده گسترده
وقتی که نقش آقای مرتضی رفیق دوست در اون وجود داشته، در نهایت کسی دیگری اعدام شد، باز هم مطرح میشه. اما یک چیز رو نباید فراموش کرد، به هر حال ته این موضوعات بسیار نکته جدیدی هستش، اصلا نکته کهنه ای نیستش، و طرح این موضوعات به نظر میرسه که تکان دهنده بخشی از بدنه نظامی که با تمام قدرت احساس میکردن که به قول معروف پشتشون به کوه بند بوده و احساس میکردن که حتی کسی جرأت طرح این موضوع رو نداره، و این اتفاقات میتونه شروع خوب باشه. اما در نکته دیگه من لازم هستش به جناب محمدی عزیز اشاره بکنم. جناب آقای محمدی، من باورم بر این نیستش که مردم نقشی ندارن. چطور مردم نقشی ندارن؟ همین مردم در طول نظام و حاکمیتی که در دوره‌ای که در دهه 60 با یک حرکتی که به هر حال بخشی از فعالان و حتی روشنفکران در اون نقش اساسی بازی کردن، مردم رو به یک هجوم فشرده در واقع اقتدارگرایی گرایان به سمت این برد که این مردم در محاق قرار بگیرن که از هر نوع اظهار نظری، از طرح هر موضوعی بر دوری بکنن با ترس و خوفی که در کشور حاکم بود، همین مردم امروز شما دارید میبینید اظهار نظر میکنن، حرف میزنن با انواع مختلف. یکی برنامه شو میسازه، حالا هپی، ولو اینکه به عنوان یه برنامه از تهران میگیرن اینها رو، دستگیر میکنن یا هر اتفاقی، ولی این کار انجام میشه، پشتش ده ها حرکت دیگه به وجود میاد. مردم نقش داشتن و نقش دارن، و به نظر من مردم تازه احساس میکنم که نقش خودشون رو دارن جدی بازی میکنن. یعنی اردوان عزیز، از حرف شما میشه این استنباط رو کرد که پس یکی از جناها به گفته شما که میشه تعبیر کرد جناح روحانیست و بقیه، اینها به سود مردم یا در مسیر مردم در حرکتن. با توجه به اینکه این رسیدگی به دارایی‌های رهبر از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح شده و خود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای رفسنجانی در واقع یکی از متهمان اصلی در مجموعه جمهوری اسلامی هست به عنوان رئیس یکی از باندهای قدرتمند اقتصادی در جمهوری اسلامی. یعنی و این دو نکته. نکته سوم این که بسیاری بر این اعتقاد هستن که آقای حسن روحانی جلوی صحنه آقای رفسنجانی است در واقع. این سه نکته بهتون مختصر اگه بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید، من اول از که نمیتونم مؤکد، اگر شما دقت کرده باشید، من هیچ اظهار نظری در این مورد نکردم که حتما اتفاقی داره میفته معناش این هستش که اینا در جناح مردم دارن مبارزه میکنن. من همچین تعبیر نداشتم. تعبیر من این هستش، اتفاقاتی داره در کشور میفته که نقش مردم اول از که در اون بسیار نقش مهمی است و نباید این موضوع رو دست کم گرفت. اگر مسائل داره مطرح میشه، به نظر من حضور مجدانه و ایثارگرانه بسیاری از افراد بعد از اتفاقات بعد سال 1388 هستش که فرصت سازی شد برای اینکه موضوعات مطرح بشه. مملکت وارد یک فضای تازه شد، فضایی که مردم در اون اعتراضشون رو حتی اگر دیگر در خیابان‌ها مطرح نکردن و از اون فضای کلی رأی منکو در خیابان‌ها رسید حتی به پشت میزهای کامپیوتر، حتی به داخل خونه‌ها و جمع‌ها، اما با تمام این مسائل باز هم شما می‌بینید مردم حرفشون دارن میزنن. الان من حرفم این نیستش که قطعاً جریانی که آقای روحانی در جلوی اون و در جبهه رو ما در واقع جبهه پیش روی اون قرار داره یقیناً به دنبال منافع مردم داره کار میکنه، بلکه من حرفم این هستش که شرایط موجود به نفع مردم خواهد. ببینید، طرح موضوعی مثل مسئله منشور پیشنویس منشور حقوق شهروندی در جریانی که به وجود آمد در چند ماه پیش، خیلی ها میگن که اصلا این عملی نیست. من میگم خب عملی نیست، ولی طرح این موضوع قدم اوله برای اینکه یه روز عملی بشه. وقتی بحث مسئله بررسی دارایی های مسئولین کشور بعد از سالها گیر کردن در مجلس، در این بر اون بر با شورای نگهبان، همه اینها میاد و در نهایت به تصویب میرسه، بله ممکنه که آقای هاشمی یکی از متهمین باشه، اما آنچه که اتفاق میفته رو کردن موضوع و مطرح کردن موضوع است که در نهایت خودش یه ابزار کنترل خواهد. این حرفم هست در میون که در ایران از رأی من کو قضایا رسیده به پول من کو، یعنی پول دیگه برای مردم همون در زیر نگین این آن هست. آقای
صفایی فرهانی گفته که برای پولی که آقای بابک زنجانی، که خب بابک زنجانی باز گفتیم جلو صحنه خیلی هست، باید سالی 800 میلیون دلار که من نمیدونم چه 800 میلیون تومان کار نه. کرد تا یه همچی پولی پس انداز کرد. اگر سالی 800 میلیون تومان درآمد پس انداز بکنیم تازه 2500 سال طول میکشه. ما دو تا تاریخ 2500 ساله داشتیم، یکی که مال پیش از انقلاب بود مربوط به جشنهای 2500 ساله که با هدف یادآوری عظمت تاریخ ایران مسئولان عنوان کرده بودن، یکی همین 2500 سالی که بعد از انقلاب چونی شد. نظر شما رو میشنویم آقای محمدی عزیز در باره اون چه که ببینید عرض بکنم که مثل اینکه مثلا موضوع منحرف شد یه جای دیگه رفت. بنده که عرض کردم سر و ته یک کرباسند و هنوز معتقد هستم مثلا من مقتدران هستند، صاحبان قدرت هستند، اون دعوایی است که بین جناح‌های حکومت هست اونا هستن. من که گفتم که مردم اثری ندارند، اصلا بحث اونو نکردم. مردم اتفاقا مبارزه میکنن تا جایی که میتوانن تلاششون رو میکنن، بسیارم محدود هست، میبینیم که میگیرنشون زندان میکنن، شکنجه میکنن، آزار میدهند، اعدام میکنن، کسی منکر اینا نیست. خانم های ایرانی دارن تلاششون رو میکنن، مبارزهشون رو میکنن، مردان ایرانی همینطور. هیچ بحثی مثلا در این زمینه نکردم. بحث و اینکه مردم تأثیر گذار نیستن، من چنین بحثی رو نکردم. عرض کردم که این جور مسائل اگر هم مطرح می شود، خود قدرتمندان بین خودشون دعوا هست، دعوای قدرت هم هست، برای اینکه مثلا اشاره کردن که جانشین رهبری رو تعیین کنه. خب این مثلا اولا که خود رژیم هست که توپو میندازه به میدان که مردم هم سرگرم بشن و حالا جانشین رهبری تعیین بشه. خب بشه، چه تغییری خواهد کرد؟ آقای خامنه‌ای فرض بکنید خدا طول عمرش بده یا نده یا هر چی که از بعد از ایشون، خب یکی دیگر رو میذاره، هیچ تغییری نخواهد کرد. نهایت این که میگن آقا مجتبی نباشد، نمیدونم حسین خمینی، حسن خمینی باشد، کی باشد، کی باشد، بالاخره وقتی که برمیگردی باید قانون اساسی رو اجرا کنه. این یک. به دو سه مورد اشاره کردن، اتفاقا موضوعات قشنگی بود. اشاره کردن به این که خب ما ماجرای سعید امامی یادمون هست. خب بله، اتفاقا چون یادمون هست ما داریم میگیم که وقتی میاد یک چنین جنایتی انجام میشه، قطعهای زنجیره‌ای انجام میشه، میبینیم که سر یه نفر زیر آب میکنن، موضوع میخوابه، تمام میشه. این آیا مردم واقعا اینه میخواستن؟ یا مثلا فاضل خداداد وقتی که اون دزدی و اختلاس پیش میاد، میبینیم آقای فاضل خداداد اعدام میکنن، رفیق دوست که مهره اصلی بوده میره در زندان، میشه مسئول خرید، بعدش هم سر از کانادا در میاره و میاد و میره و الان هم کلی هم ثروت داره. خب این مردم اینه میخواستن واقعا؟ و حالا بیام سر مهافری. اولا 3000 میلیارد تومان نیست، این رو خیلی از دوستان اشتباهن، 3 میلیارد دلاره، برای اینکه اون روز دلار 1000 تومان بود. 3 میلیارد دلار هست. عامل اصلیش آقای محمود رضا خاوری که جالب است بعد از این که بازنشسته شد، یک سال بعد از بازنشستگی آوردنش بر سر کار، گذاشتن مدیر عامل بانک ملی و بعد مصوبه‌ای که دولت صادر میکنه برای بازگشت ایشون به کار، یک سال بعد صادر میشه، این سر جاش. آقای محمد جهرمی، داماد آقای ناطق نوری، رئیس بانک صادرات، اینا پاشون وسط نیست. یک آدمی مثل مهافرید که آمده و سرمایه گذاری کرده، به هر حال کارآفرینی کرده، اما خودش 10 میلیون یورو سرمایه داشته، از اروپا آورده، سرمایه گذاری کرده در قسمت های مختلف و رفته از بانک ها وام گرفته. میگویند شما فساد اقتصادی ایجاد کردی از طریق رشوه دادن، اما نمیگویند اونایی که رشوه رو گرفتند فساد اقتصادی ایجاد کردند. آیا با کشتن این پرونده رو نمیخوان سرتش رو هم بیارن؟ بنده عرضم این هستش که دعوایی که دارن میکنن به منافع ملی و منافع مردم کاری نداره. اگر بخواهند واقعا، شما الان ببینید
خب خود مقامات مسئول میگویند که تمام طلبکاری‌هایی که بانک‌ها دارن و نمیتونن پس بگیرن، نه دولت نه بانک‌ها نمیتونه پس بگیرن، دست 15 نفره و در اسکیل بزرگش 80% تمام پولایی که داده شده دست 200 نفر. خب اینا کیا هستن؟ اینا مردم عادی هستن واقعا، اما میبینیم که آدم ها به خاطر 4 میلیون تومن بدهی، 5 میلیون تومن بدهی دارن تو زندان آبخونک میکنن. بنابراین این دعوایی که بین اونها هست ربطی به ماجرای منافع ملی نداره. شما میگین که آقا در سال 88 آمدن به میدان، بنده هم میگم آمدن به میدان، خیلی هم خوب کاری کردن و بسیار هم مبارزه شجاعانه ای بود، اما دیدیم که خب رژیم هم سرکوب کرد، هنوز هم از اون استفاده میکنه. اتفاقا از همون عواملی که در همون داستان هم حضور داشتن، حالا چه به صورت اپوزیسیون صادراتی چه به صورت اپوزیسیون داخلی، داره استفاده میکنه برای اینکه لفظ فتنه رو جا بیاندازه، همه رو مجرم خطاب بکنه. الان هم میتونه خیلی راحت، آقای اژه‌ای میگوید ما حکم غیابی میدهیم برای کسانی که در اون حرکت حضور داشتن. حالا بذارین یه مثال بزنم جناب شالنگی، فقط تو پرانتز خیلی کوتاه میگم، میدونم وقت کم است. بهزاد نووی رو از زندان آزاد کردن. میدونید یکی از جرماش چیه؟ اخلال در ترافیک به خاطر شرکت در راهپیمایی سال 88. خب به این با این مسئله میتوانن همه رو قشنگ راحت بگیرن به زندان بیاندازن. و وقتی یک وزیر سابق رو اینجور به زندان میاندازند، آقای محمد، خب دیگه تکلیف بقیه مردم روشنه. من اصلا بحث مردم نمی کنم، بحث میکنم که قدرت، دعوایی که بر سر قدرت هست بین جناها، حالا موقعش باشه برمیگردیم مثلا به مسئله اتمی، ببینیم که اصلا مردم نقشی برای مردم قائل نیستن، نه اینکه مردم نقشی ندارن. خواستم این توضیح رو هم داده باشم. من از هر دو مهمان برنامه خواهش میکنم به طور مختصرتر صحبت بفرمایید و در چارچوب موضوع، چون وقتمون بسیار کم هست، لحظات دیگه به آلمان میریم. تیمسار سعید چاپاری از کسانی که در ارتش ایران بود، از امیران ارتش ایران پیش از انقلاب، از حقوقدانان، از نظامیان حقوقدان در ارتش ایران در آلمان درگذشت. با همسر ایشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت تا لحظاتی دیگر. چند روز پیش تیمسار سعید چاپاری از امیران ارتش شاهنشاهی ایران در آلمان در کلن درگذشت. تیمسار سعید چاپاری انسانی وارسته بود. من سالیان بود که افتخار اینو داشتم، بخت اینو داشتم با ایشون از نزدیک آشنا بودم. انسانی وارسته، پاکدل، خیرخواه دیگران، آرامشی که در حضور او بود و در نشستهایی که با ایشون هر هم نشینی حس میکرد از وارستگی درون تیمسار چاپاری خبر میداد. در دستگاه قضایی ارتش ایران در دادرسی ارتش ایران پیش از انقلاب سمت‌های گوناگونی داشت، مثل بسیاری از امیران ارتش ایران، ارتشی که با زحمات بسیار ساخته شد و شکل گرفت و در اثر انقلاب ویران شد، ناچار به ترک کشور گشت و سرانجام در غربتی ناخواسته در آلمان درگذشت. ضمن تسلیت به خانواده گرامی تیمسار سعید چاپاری، همسر ایشون سرکار خانم نسرین چاپاری با من و شما هستند. با سلام خدمت شما و عرض تسلیم. تشکر میکنم آقای چالنگی، خیلی ممنون از محبتات شما.
بفرمایید که تیمساد چاپایی چند سال بود که از ایران خارج شده بود؟ فکر میکنم که همون 35 سال قبل یعنی بیشتر از 35 ساله، چون ایشون چنان که میدونین پسرعموی من بود و اون زمانی که ایشون اومدن بیرون اصلا منم خبر نداشتم، ولی میدونستم که ایران رو ترک کردن. طی این سالها که شما در کنار همسرتون در خارج بودید، این غربت، دور از وطن بودن چقدر برای ایشون آزاردهنده بود؟ همیشه و من واقعا اصلا این تو دلمه و من حتی اصرار کردم که اگه میخواد بریم ایران، ولی متاسفانه چون مریض بود نتونست، یعنی دکترها اجازه ندادن و خودش به خدا خیلی دلش میخواست. و مراسم خاکسپاری ایشون در آلمان در کلن برگزار میشه؟ بله، در کلن نزدیک خونمون زودفریتوف فردا چهارشنبه ساعت 12. 12 ظهر؟ ظهر، بله. بعد اونم اینجا جاییه که رستورانیه که کنار دریاچه‌ایه که مرتب سعید مغلی اونجا میرفت پیاده روی، من همونجا هم براش بعد خاکسپاری برنامه گرفتم. و بعد این سوال است، شاید جنبه شخصی داشته باشه، اما شما بهتر از هر کسی آگاه هستید، آرزوهایی برای ایران داشت تیمساد چاپایی؟ والا همون جوری که میدونین اون آدم خیلی وارسته و ساکتی بود. و واقعا فقط از قیافش، از چشماش میشد این احساسش رو فهمید. هیچ وقت حرف نمیزد، هیچ وقت گله نمی کرد از هیچی، از هیچ کس، از اصلا هیچ وقت. واقعا گاهی آه می کشید و اون آهاش من پدرم و همونا در میاره. یادم می افته آقای چالنگی، واقعا فقط این مظلومی اون منو آزار میده. و این شخص تو زندگی خود منم بزرگترین محبتی رو در حق من کرده. سپاسگزار هستیم سرکار خانم نسرین چاپایی. مرسی. روان سعید خان گرامی همواره شاد. قربون شما. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگه. گفتگویی بود با خانم نسرین چاپایی، همسر تیمسار چاپایی، که درگذشت مثل بسیاری از امیران ارتش شاهنشاهی ایران که ناچار به ترک کشور شدند پس از اعدام‌های پیاپی بر پشت بام مدرسه علوی بر فراز سر آیت الله خمینی. یک نکته ای رو آقای اردوان اشاره کرد در بحث قبلی که طرح این مسائل به خودی خود بسیار مهمه و این باعث میشه که خب مطرح شد و یک روزی هم انجام بشه، اما بسیاری از مسائل رو آقای خمینی مطرح کرد و نه تنها عمل نشد که عکس اون عمل شد. بله. الان آیا شرایط فرق نکرده؟ ضمانتهایی به وجود نیومده از بابت خیلی از مسائل که خیر دیگه چنین نیست؟ اگر مسئله طرح شد لابد یک زمانی ناچار اجرا خواهد شد. تفسیر شما رو میشنویم آقای محمدی، خیلی مختصر چون نوبت در واقع آقای اردوان. بفرمایید. حضورتون عرض کنم، اجازه بدید منم تسلیت بگم خدمت خانواده چاپایی و خانومشون و همه ارتشیان گرامی. حضورتون عرض کنم، ببینین جناب چلنگی، هر زمانی که شما این 35 ساله رو نگاه بکنید از این برنامه ها وجود داشته،
از این حرفا زده شده. از روز اول آقای خمینی آمدن گفتن میزان رأی ملت است. بله، ولی بعد ببینیم که نه، اصلا میزان رأی ملت نیست. اینا چیزاییست که خود رژیم میندازه توپ و در واقع به صحنه و به زمین مردم بشینن سرگرمش بشن. حالا فرض بکنید یه روز مثل آقای رادان مثلا، حالا عوض این که برابر محاکمش بکنن، عوض این که هزار تا کار دیگه بکنن، خود یه جا به جایی شده، حالا چطور شده مگه؟ حالا اگر فرصتش بود میشه بهش بحث کرد. یا دیگر مسائل کجاش واقعا؟ من چون ببینید جناب چالنگی، آدم از خدا میخواد که این روند به سوی پیش برود که نهایتاً به نفع مردم باشد، ولی وقتی من کارنامه 35 ساله رو جلو میذارم میبینم که هر مرحلش از اون رفراندومش گرفته تا به حال همش با یک سری حیله ها و ترفندها همراه بوده و ظاهراً هم مردم همه کار بودند، همش به نام ملت انجام میشه. مانند همین مسئله اتمی که حرف میزنی میگن ملت نمیخواهد ملت، در حالی که اصلا ملت جایگاهی نداره. من باورم نیست که با مثلا رفتن آقای ایکس و آمدن آقای ایگرگ، به خصوص آدمی مثل آقای روحانی که در از روز اول در نظام بودند و مهره موثری بودند، تغییر چندانی حاصل بشه. یعنی اتفاق نخواهد افتاد. آقای اردوان، پاسخ شما رو میشنویم. چه ضمانتهایی وجود داره که این مسائل وقتی مطرح میشه طرحش بسیارم خوبه، اما اجرا خواهد شد؟ تفاوتهایی که با زمان آیت الله خمینی هست در این زمینه چی هست؟ البته هیچ چیزی در نه تنها ایران بلکه در خیلی جای دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که ضمانت اجرایی به این معنایی که خب ما میخوایم بگیم آقا حتما در دستگاه نظام ما هم بر این باور باشیم که بگیم به این دلایل مطمئنیم اجرا میشه و ضمانت داره، که خب قطعا نیستش همینجور که شما میگید، و بنا هم نیستش در واقع به این موضوع به این ترتیب نگاه بکنیم که بگیم ما مطمئنیم دولت یا جمهوری اسلامی ضمانت میکنه که این کار انجام میده. نه خیلی ضمانت نه، یعنی روند امور به سمتی داره میره که آدم امیدواره این حرفا اجرا میشه، یعنی روند امور، حالا اسمش ضمانت نه. قطعاً اون چیزی که از نظر من به عنوان یه دیدگاه فقط به موضوع نگاه میکنم این هستش که طرح موضوعات قدم اول برای اجرایی شدن اونها هستش. بله، در دوره آقای خمینی هم مواردی مطرح شده، اما اینا یه نگاه بسیار کلی بوده، طرح موضوعات به صورت بسیار عمومی بوده، نه جزئیاتی داشته نه روشن بوده این مسائل. بسیار هم به همیشه در طول همین تاریخ همه آدم ها از آقای هیتلر و چنگیز بگیرید تا بقیه همیشه گفتن که به دنبال عدلن. خب این یه حرف بسیار کلی است. خب آیت الله خمینی هم این حرفو گفته، و اینکه واقعا در دوره آیت الله خمینی خودش چقدر نقش داشته، چقدر زیردستان نقش داشتن، چقدر ایشون مطلع بود از اتفاقات، اصلا اینا اونو مسائلی که من نمیدونم نمیتونم در موردش اظهار نظر کنم، ولی به هر حال این اتفاق نیفتاده، یعنی این عدالت متبلور نشده به هر صورت و به هر علتی، به دلیل اینکه این شعارها بسیار کلی است. من شعارها رو با طرح موضوعات اجرایی مقدار متفاوت‌تر میدونم. در شرایط فعلی بازم عرض میکنم یه وقت این سوء تفاهم پیش میاد که اگر آدم مؤکد بخواد بگه نه شرایط فعلی حتما فرق میکنه، شایبه پیش بیاد که پس ما فکر میکنیم حتما آقای روحانی خیلی خیلی اون کبه آمالی است که من به عنوان روزنامه‌نگار بهش میخوام نگاه کنم. نه، من معتقدم که آقای روحانی هم در اون جایی که خطا کرده و یا میکنه هم جای نقد داره و جای بحث داره، اما به طور کلی وقتی نگاه میکنیم این مسائلی که به صورت جزئی و دقیق داره مطرح میشه نشانه های مناسبی هستش برای ادامه پیدا کردن و طرح مسئله. قطعا مثل از جمله خواهش میکنم، از جمله این که برای شاید برای من خیلی جذاب بود برای اولین بار وقتی که یک گروهی رو فرماندهی نیروی انتظامی تهران با افتخار میگه که ما یک گروه جوان رو گرفتیم که 6 ساعته تونستیم از رو پشت بوماشون بیارمشون پایین و اینها رو دستگیر کنیم، و یک شورا میفته در تلویزیون که در اصل به نوعی یک جور چنگ و دندان نشان دادن هستش. آقای روحانی در توییتر که خب الان خودش اصلا اینجا محل بحثه، چون جالبه بدونی که همین الان من داشتم یه خبر از ایسنا میخوندم که در استان فارس یک قاضی احضاریه صادر کرده برای آقای زوکربرگ برای اینکه ایشون با فیسبوک موجب بند خوردن زندگی مردم شده، ایشون احضار کرده به دادگستری استان فارس. اما
میخوام بگم که آقای روحانی با حضورش در توییتر به نوعی خودش داره این حرکت رو در مقابل اون چیزی که در کلیت نظام مطرح میشه نشون میده و در اونم طرح میکنه که آقا شادی به حق مردم. و این ممکنه به نظر جمله ساده‌ای بیاد ولی جمله بزرگی که از دهان رئیس جمهوری کشوری شنیده میشه که ما متوقع بودیم همیشه اینها در یک راستا و بر اساس یک الگو صحبت بکنن. از این بگیرید و موارد دیگه کلام مطرح شد، مسئله تفاوت که در جریان هسته‌ای داره به وجود میاد. خب گروه بسیار زیادی از اقتدارگرایان، آدم‌های جنجالی که همیشه تحریک میشن با حرف یه عده‌ای که به قول خودشون زندگی از منبر و در واقع وعظ در میاد و اونها محرک‌هایی هستن برای اینکه اینا بریزن به خیابون و حمله بکنن به تمام اتباع داره. شما میبینید داره این کار انجام میشه و این روند داره انجام میشه. فراموش نکنید همین صحبت هاست که خانم کاترین اشتون رو میاره تو ایران و همین صحبت هاست که موجب این میشه که خانم اشتون میتونه با مادر ستاره بهشتی صحبت بکنه و میتونه حضور داشته باشه که تقریبا میشه گفت در بعد از انقلاب اسلامی در ایران یه اتفاق نادر هستش. به هر حال اینا قدم های کوتاهی نیست، اگرچه که خیلی ما راه داریم تا رسیدن به اون حقوق شهروندی و حق دموکراتیک زندگی در کشوری مثل ایران، اما به نظر من اینها نشانه های خوبی از این هستش که طرح موضوعات به سمت عملی شدن میخواد بره. تفسیر شما رو میشنویم آقای محمد، ولی چقدر طول خواهد کشید که جدا از جمله آقای روحانی در توییتر یا فیسبوک یا جای دیگه مردم بتونن آزادانه، خود آقای اردوان هم اشاره کرد زمان بسیار طولانی هست، بتونن آزادانه اقداماتی مثل این گروه هپی انجام بدن یا بقیه، یا چقدر طول خواهد کشید که مثلا وزیر خارجه همین آقای روحانی بالاخره بیاد اقرار کنه و بگه که ما در ایران بله زندانی سیاسی داریم، برعکس اون چی که قبلا گفته. به هر حال ایشون معتقد هستن که طرح این مسائل گامی به روبرو هست، یعنی از روحانیتی که آمد و با خونریزی و همچنان این کشتار ادامه پیدا میکنه و یکی از اعضای برجسته‌ش هم در دولت آقای روحانی مثل آقای پور محمدی، بالاخره به جای رسیده که در توییتر میگه که مردم حق دارن شادی کنن یا هر چیز دیگه. تفسیر شما رو میشه جناب چلنگی. من وقتی صحنه رو نگاه میکنم، هجوم ماموران امنیتی و هجوم گاردهای زندان رو به زندان اوین، بخش زندانیان سیاسی، بند زندانیان سیاسی، اونو در نظرم هست و بعد میبینم که تازه رئیس قوه قضاییه میاد میگه اصلا خود زندانی ها بودن که شلوغ کردن و تازه مقصر هستن، ما دیگه تساهل و تسامح انجام نخواهیم داد، سرکوب خواهیم کرد. اینجا آقای روحانی اصلا صداش در نمیاد، اصلا یه اعتراض نه در توییترش نه در دفترچهش نه در جایی بنویسه. حالا 5 نفر 6 نفر رقصنده رو گرفتن، بعد از اینکه آزاد شدن آقای روحانی میگه بله باید اینا رو آزاد میکنن. چه ارزشی دارد؟ واقعا چه ارزشی دارد؟ اینکه آقای روحانی به منتقد حکومت تبدیل شده باشه که هنوزم نشده، حالا دوتا نظر داده در توییتر که بله، یا یه وقتیشون صحبتی فرمودن که بله به زنان و اینا نباید خشونت به کار بود. خب نباید به کار بود، این که چیز عجیب غریبی نیست. همون روز آقای خامنه ای اصلا یه صحبت دیگه ای کردن و صحبت آقای خامنه ای است که فائق است و فصل الخطاب هست. اما میان بر سر مسئله اتمی شما داره میگید، کجاش به اعتراض مردم اصلا ربطی داره؟ شما فکر میکنید مثلا به خاطر مردم که اعتراض کردن، اولا که حق اعتراض نداشتن هیچ وقت نسبت به مسئله اتمی. کی تونسته بیاد بگه که آقا شما میخواین برق تولید کنین، بابا همون بوشهر رو را بندازین کافیه، نمیخواد چیزهای دیگه. ولی همواره مخفیانه عمل کردن و بعد آنچه که نظام رو وادار کرد به عقب نشینی، تعارف نداره به عقب نشینی وادار کرد و همین الان وقتی که در وین مذاکرات شکست خورد، بعد میبینید 5 تا شرط دیگه ای هم که باز دوباره آژانس گذاشت، بازم نظام قبول کرد، حتی در مورد موشک ها، حتی در مورد موشک های دور برد که این همه دارن به اصطلاح رجزخوانی میکنن. اینا کجاش به مردم مربوطه؟ من نمیگم مردم مبارزه نمی کنند، اما اگر فرض بکنین میان یه چیزی در حدود 400-500 میلیارد دلار طی 22 سال خرج میکنند
آخرش هم میان میبینن نه آقا همون چیزی که روز اول همین مردم میگفتن آقا آخه خرج چی داری میکنین، ناشفاف ناروشن این کار. بالاخره آخرش مجبور میشن تحت فشار، بدون رو درواسی به تو بگم تحت فشار، هنوز اون 4 میلیاردش رو هم نتونستن بگیرن، بالای 100 میلیارد دلار هم تو بانک ها مونده. حالا یواش یواش داره جامعه بین المللی فشار میاره، اینا دارن عقب نشینی میکنن. یه سری هم در درون، خب حالا به اسم این که اونم برای این که آقای خامنه ای هستش که میبیند اگر باز جلوتر برود مسئله موشک ها که مطرح میشه، هیچ حمایت از تروریسم مطرح میشه و بعد حقوق بشر مطرح میشه. اینو بارها گفتن، خیلی صریح و روشن میگوین آقا ما حقوق بشر رو قبول نداریم، مگه تعارف دارن؟ خیلی روشن و واضح میگن. همین سخنان امروز آقای خامنه ای رو شما نگاه بکنید ببینید که چی داره میگه. کاری ندارن به کار مردم، بین خودشون دعوا هست، ولی این که حالا آمدیم و یه حقوق شهروندی رو مثلا دولت حالا یه چیزی نوشته میشود اجرا کرد، میبینیم که اجرا نمی کنند. نه این که من روی یک مسئله فقط بخوام تکیه کنم، 35 سال حوادث رو میذارم جلو هم، میبینم هر دفعه که گفتن واقعا به دروغ عمل اصلا عمل نکردن. مگه این دفعه اولی که دارن یه چیزی رو لایحه‌ای رو تصویب میکنن یا یک برنامه رو جلو میارن؟ هر روز یه برنامه بوده، تا پریروز کسی نمیتوانست از مسئله هسته‌ای اصلا انتقاد کوچکی بکنه، حالا اصلا یه جور دیگه شده. حالا باید برگردن همه بگن بله آقا شما دارین عقب نشینی میکنین، کار درستی است. این هستش که حق داره انسان جناب چالنگی که اطمینانش از دست بده، نتواند اطمینان بکند به این حرکت ها. واقعا بنده امیدوار نیستم. در همین زمینه برنامه اتمی اردوان عزیز، آقای جهرومی معتقده که سالانه 160 میلیارد دلار لطمه زده به اقتصاد ایران، چرا این مسئله رو خیلی سریع تموم نمی کنه؟ من مجبورم یه ارجاع بدم به صحبت‌های آقای محمدی خیلی کوتاه، در ظرف دو سه دقیقه فقط صحبتم رو جمع خواهم کرد به طور کلی. چرا محمدی چنان که اشاره می‌کنن با این تصور که خب آقای روحانی که کاری نکرده، که رهبر ایشون گفته زنا حق دارن، رهبر گفته ندارن، اونم که خب توی تویتر گفته که آقا چرا مردم نخندن، اینجا هم که خب اتفاق خاصی نیفته، امتیاز دادن رفته، خب هیچ خبری نیستش. نه، من فکر میکنم که یکم خبری هستش و یه مقداری به این موضوع با این تصور نگاه میکنم که آنچه که برونده اتفاقات هستش یک نوع تغییر، حالا سرعتش کمه حتما همینه و ممکنه که ما تصور بکنیم به این که مردم اگر نقش اساسی و فعال بازی نکنن، به نفع خودشون اتفاقات مال خود نکنن، بازنده هستن. این تاکید دوباره آقای روزه، برای اینکه برای بیننده ها روشن باشه، ببینید چون شما یک جایی اشاره کردید که نگفتید که کدوم جناح هست که در جهت مردم، حرف شما این نیست که یک جناح آقای روحانی به سود مردم هست یا اون یکی. استنباط که من از حرف شما دارم اینی که حرکت های مردم داره تحمیل میکنه به کل نظام که این دقیقا مسیر رو برن. حتی شما آیا این هستی استنباطه؟ این رفتی به جناها نده. نه خیر، من اصلا تاکیدم از اولم همین بود. من معتقد نیستم که بله کاملا درسته. من معتقدم مردم نیروی بسیار پرقدرتی هستن که باید فرصتشون استفاده بکنن. از نظر بنده اینکه آقای روحانی تا چه حد نقش اساسی تو این قضیه بازی میکنه و یا اینکه ایشون در واقع دنبال چه چیزی هستش، اینا اصلا به نظر من مسئله من نیست. مسئله من اینه که مردم فرصت ها باید استفاده بکنن. شرایطی که به وجود آمده، امروز رهبر ایران اظهار نظر این میکنه که درست در نقطه مقابلش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامش و رئیس جمهورش میستن. من برام مهم نیست که این جناح آیا واقعا برای مردم داره کار میکنه یا نه. من میگم این فرصت برای مردم که از فرصت استفاده بکنن، اصلا این موضوع نیست. اما نکته ای که وجود داره در تو بدون مسئله توافق هسته‌ای و مواردی از زنده است، شما میدونید که مسئله تحریم ها که بعد از اتفاق بالا رفتن عده‌ای از دیوار سفارت ایران پیش آمد و به افزایش اون در طول این سالها، بیشترین منفعت رو به بخشی از بدنه اقتصادی وابسته به خود حاکمیت رو به وجود آورد. سفارت آمریکا منظورتون هست؟
بله بله قربون دیگه. معمولا توی دنیا فکر کنم یه سفارت که ملت از دیوارش رفتن بالا دیگه. من شنیدم گفتین سفارت ایران، بفهم. نه من سفارت آمریکا رو کردم. بعد از این اتفاق طبیعی هستش که خب بحث تحریم ها مطرح شده، بحث مسائل دیگه مطرح شده، اما آنچه که از نظر اقتصادی به نفع یک گروه مشخص تمام شده، بیشترین حجم مبادلات مالی و بیشترین حجم سرمایه اندوخته رو برای گروه هایی به وجود آورده که وابسته به حاکمیت بودن. اینها با شعار و ایجاد این تصور که فضایی رو دارن به وجود میارن برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن، برای اینکه این توهم رو به وجود بیارن که ما برای حفظ نظام نیاز به پول به صورت غیر رسمی داریم و غیر و غیره، این نظام رو همیشه در این شرایط قرار دادن که منافع بزرگی رو برای خودشون ایجاد بکنن. آدم هایی که پشت سر مهافرید نیستن، آدم هایی که پشت سر دیگران ایستادن، آدم هایی که هیچ‌وقت اسمشون آورده نشده، اینها همون آدمایی هستن که به نظر من یه روزی باید برن به دادگاه و جواب بدن. اما موضوع بر سر این هستش که همین تحریم ها نفع بزرگی رو برای این افراد به وجود آورده که مقاومت اونها بسیار مقاومت زیادیه، برای اینکه پای اقتصاد وسط. شما میدونید که وقتی پای پول وسط میاد همه چیز در پشت سر اون قرار میگیره و طبیعی است که اگر قرار باشه مسئله هسته‌ای ایران بخواد حل بشه، اولین مسئله‌اش اینه که رابطه مستقیم به وجود میاد و در نتیجه منافع بسیار از بین خواهد رفت. شکستن این مقاومت مطمئناً زمان می‌بره. به پایان این برنامه می‌رسیم. بحث بسیار طولانی است. امیدواریم ادامه بدیم در برنامه‌های آینده. با سپاس از شما آقای اردوان روزبه عزیز و سپاس از شما آقای ناصر محمدی گرامی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری و زاگرس، وروندکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.